قیمت؟ قیمت کجایی؟ بیا کارت دارم. حالا اگه گذاشتی من دو دقیقه آرامش داشته باشم. بابا من دیگه ازدواج کردم، زن دارم، دست از سر من بردار. این شلوار من برام گشاد شده، دو سنج و قفلی داری؟ بزنم برم کمربند بگیرم بیارم. کمربند میخوای؟ چش چش الان برات جورش میکنم. چش چش نه کمربند نمیخوای جور کن، دو تا سنج و قفلی. صبر کن تو، صبر کن. صبر مدیری خوبی؟ قربان تو. چه خبر؟ هیچی جانم. امر هیچی، کار خاصی نداشتم. میگم کمربندت فروشه. کمربندم فروشه؟ آره، یه مشتری دست به نقد دارم، کمربند لازمه. خب پاشه شلوارش افتاده. آره الان موقعیت خوبیه، بچسب. برو، از همین دلال بازی فقط مونده بود، برو پی کارت. میگم که کل من یه کمربند اوکازیون واسط دارم، به کمر مدیری بوده. خب آره میبسته، میومده دور همی استنداپ میکرده، دوباره برمیگشته خونه. آره اصلا هم سنگینی چی روش نبودم، بیشتر جنبه تزئینی داشته. خیالت راحت باشه. من دو تا سنجاق میخوام فقط. سب کن. میگم مدیری من باش صحبت کردم، پختمش. خب الان 2300 نونه. خب سگک و واکن شل کن بده بیاد. عزیزم لباس همو نمیفروشم، برو پی کارت. ببین الان دوتا سنجاق پیدا کنه پریده و خیلی موقعیت خوبیه. همینو بخوای سر خیابون بساط کنی بفروشی، پنجا بیشتر نمیخرم. برو میگم. خیلی میگم. گل من یه چیز، شما یه بیانه بده به مدیری، بذار حسن نیتت بهش ثابت بشه، فردا صبح اول وقت کمربند تخلیه مال تو. خیالت راحت باشه، پول ببینه شل میشه، اینجور آدمیه. یعنی من یک روز تمام الان بشینم اینجا برای کمربند چه چرت و پرت میگی؟ بودجه چقدره؟ چقدر میخوای هزینه کنی به من بگو، کاریت نباشه. دو تا سنج و قفلی بگه بودجه میخوای، چی میگی اصلا؟ ببین مدیری امشب مسافر، پول لازمه. 400 خیلیشو ببینی. به جان خود کمربند سیامک انصاری رو فروختم 350 تومن. یعنی این مدیری خیلی فرق میکنه. که دو تا سنج قفلی داری یا نه؟ 380 خیرشو بدی. کجا میری؟ کجا؟ ناراحت نباش، ناراحت نباش. اصلا نگران نباشی، من برش میگم، تو فقط شل کن میارمش. میگم هانی این ماشین قرازه. خب قیمتش خیلی مناسبه، داره میده 5 تومن. خب من یه دفترچه حساب دارم. خب این واسه ننم بوده، بهم داده 2200 توشه، ولی 2800 باز کم داریم که بخریمش. 2200. خب قی ببین اینو بابام بهم عیدی داده بود. خب 1200 فکر کنم بیارزه. این چه حرفی بود تو زدی؟ یعنی من طلای زنم رو بفروشم؟ طلا واسه زن؟ این چه حرفی داری میز؟ یعنی من مردی هم که چشم دنبال طلای زنم باشه؟ واقعا نه. بعدشم تازه اینو بفروشیم که باز پولمون کمه، میشه 3400. 1200 میشه 3400. خب ببین قی الان عصبانی نشی ها، ناراحت نشی ها، برای قلبت خوب نیست. خب ببین من یه سکه داشتیم سر عقد داداشم بهم داد، اونا رو میتونیم بفروشیم. این چه حرفی بود تو زدی؟ چه حرفی بود؟ تو به من فوش بده از این حرفا نزن. یعنی من چشم دنبال اون سکه دمه؟ یعنی من آدمیم که سکه سر عقدمون رو بفروشم؟ بعدش هم داداشه دو تا سکه دادی، یکیشو پیچوندی؟ نه همون دوتا رو منظورم بود. میشه 2,000,000 تومن. خب میزنیم روی این پوله، میشه 5,400. 2 تومن میشه 5,400. یعنی 400 هم اضافه داریم. میگم خب چه کاریه؟ ما همسایه مامونم اینا یه ماشین خیلی مدل بالاتر دارن و خیلی شیک داره. میگه 12 تومن. ما که 400 اضافه داریم، بریم اونو بگیریم. آره خیلی خوبه، ماشین
مدل بالا خیلی به تو میاد نیست چارشونه ای؟ ماشین مدل بالا خیلی خوبه. آره آره ببین 2200 که من گذاشتم خب. بعد اون علنگو و اون سکای داداش تو خب نه تو خب آره تو خب اون گردنبنده که مامانت سر عقد به هم داد زیر لفظی اونو بفروشیم؟ اصلا رو اون حساب نکنی ها، بعد جوری قاطی میکنم ها، رو اون حساب نکن. ولی رو اون دستبندی که دختر خالت داده حساب کن، قاطی هم نمیکنم. آره رو اون حساب کن. خب اون میشه 7 میلیون تومن حدودی. میشه 7 میلیون. آره رو هم میشه فکر کنم 12400. 12400 خیلی آره. یعنی 400 باد اضافه داری. آره. میگم احمد عمم اینا یه ماشین داره در حد صفره. رنگم نداره، 6 ماه هم بیمه داره. خیلی ماشین خوبه، میگه 30 تومن. ما که 400 اضافه داریم. بریم اونو برداریم. آره خیلی خوبه. آره. ببین من الان یادم افتاد که مامان بزرگ من سر پاتختی هم خب یه سرویس طلا بنداد 30 میلیون تومن، اونم بفروشیم. خوبه، خیلی خوبه. ببین بذار حساب کنم. 2200 من گذاشتم. دست درد نکنه. با اون چندرغازی هم که تو بابت طلاهات گذاشتی میشه 42200. خب میگم حالا ما که 42200 داریم، بریم یه ماشین صفر داریم اتوماتیک، کلا میشه 90 تومن. نظرت چیه؟ ها؟ خب من دیگه طلا ندارم. نداری؟ نه. هیچی طلا نداری؟ نه دیگه ندارم. خب میگم پس اون ساعت تمام بریلیانه که روز خواستگاری دست مامانت بود گفت میدمش به آنی چی شد؟ خب اونو نداد، به جاش یه دستبند داد. نداد؟ دستبند؟ نداد؟ پس چرا روز خواستگاری وعده و وعید نه؟ خرشون که از پر گذاشت همه چی یادشون میره. واقعا که متاسفم برای خانوادت، واقعا که نداد. خیلی حالا اونو نداده دیگه، به جاش دستبند داد. آها فهمیدم. اونو بفروشیم، حلقه ازدواجمونو بفروشیم، فکر کنم یه 40-50 میلیونی بیارزه. چجوری رود شده این حرفو بزنی؟ یعنی من 2200 پس اندازمو بذارم، حلقمم بذارم؟ این چه حرفی بود تو زدی؟ اصلا حالا که اینجور شد 2200 منم دیگه بهت نمیدم. نه نه نه. من سرمایه ما از کار کشیدم بیرون. نه نه. ولی نمیدم. نه. نه. نمیدم. دیگه با من حرف نه. نه نه. قیقی. نمیدم. 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 قیقی. مرسی هستی. نیستم. نیستم. بیاد اینجا شان، اینجوری خوبه؟ قشنگه؟ اینا رو چسبش کو، چسبش کو، میگم قشنگه اینا الان خوبه؟ ببین باقی انداز میخوای بزنی این شکلی، این باید پاتو ببری تو سگک. آه. میگم با قشنگ مسخره بازی در نهار دیگه گل من. الان قشنگه، خوب شد، الان کادو چروک موده. آره. لازم نیست بازش کنن، خودش میفته بیرون. مسخره بازی در نیار دیگه واسه من. الان آشنا ماشنا نداره رفاقتی اینو واسه من کادو کنم، بلد نیستم. کادو کردن که آشنا نمیخواد. کادو چی هست؟ این یه شکلات خوری بلوره واسه ننم گرفتم برای روز مادر بهش بدم. آره خوشحال میشه. بلور گرفتی؟ آره آره. چرا؟ چشه مگه بده؟ بد نیست، ولی اگر من بودم یه چیز سنگین‌تر میگرفتم. سنگین‌تر چی بگیرم؟ مثلا بگو چی بگیرم. آخه ننم خیلی روی هدیه حساسه، بگو چی بگیرم. آره نه ببین بد که نیست، ولی من بودم یه چیز شخصی‌تر میگرفتم. مثلا یه چیزی. چی شخصی؟ مثلا گردنبند. گردنبند که اصلا حرفشو نزن. او شاکی میشه، عصبانی میشه، میگه پولتو چرا بی خودی خرج میکنی؟ چرا قدر پولتو نمیدونی پسر این ول خرج بی عقل بی شعور؟ منو میگه، منو میگه. آره به من میگه بی شعور. میدونم، نه منظورم کلا زیورالات دیگه. حالا یه چیز کوچیک‌تر، چون خانوما دوست دارن زیورالات. آره نه نه اونم ناراحت میشه. میگه جواهر گرفتی واسه من؟ من مگه جایی میرم که اینا رو به خودم آویزون کنم؟ گرفتی که سر هجلم ببندم؟ دور از جون، دور از جون. دور از جون، دور از جون.
نه حالا یه چیز کوچیکتر مثلا چی؟ یه عطر. آه عطر که نه اصلا حرفشون اصلا. یه بار پارسا رفتم براش عطر گرفتم اینجوری کرد دیگه حالا من بو میدم. آره یعنی از بوی مامانت خوشت نمیاد. آره از ما بهترون پیدا کردی با اونا میگردی. آره کلی داستان شد عطر که از حرفشون اصلا. عجب نه. آره نه خب یه چیزی که مثلا یه نقاشی خودت بکش که ارزش معنوی هم داره. نقاشی چیه بابا اصلا؟ مگه میگه پسرم داره کار میکنه شغل داره درآمد داره اون وقت اومده واسه من نقاشی آورده. اون وقت پسر شکو خانم واسهش موبایل گرفته. میشنوی مدیری؟ همه پسر دارن ما پسر داریم. رفته واسهش موبایل گرفته. من اگه شانس داشتم که اسمم شمسی بود. نه 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 یه قیمت. خب تو هم موبایل بگی. تو موبایل بگی. چی میگی خوشی اون واسه خودت پسر. بابا پسر ما رو نگاه میگه آخه کی به من زنگ میزنه؟ کی میاد بیا اصلا یه حالی از من بپرسه؟ خودت تو چقدر به من زنگ میزنی حالم میپرسی؟ حالا نپرس. حالا نپرس من که مردم داغش به دلت میمونه. حالا نپرس. حالا هی تو حال منو نپرس. خیلی پیچیده داره میشه. آره. خب لوازم آرایش مثلا. دیگه حالا من پیر شدم. دیگه پیر شدم رود نمیشه که منو به کسی نشون بدی. حتما باید سرخاب سفیداب کنم. آره واقعا که خب اصلا میخوای کارت هدیه بده که هرچی دلشون میخواد خودشون بگیرن. خدایا 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 هیچ مادری رو محتاج اولادش نکن که اینا با خفت بیان پولشون رو بندازن جلو تا برن. خدایا نکنی کنه نکن. حسابی فرو رفتی تو نقش مثل این که همون شکلات خوری رو بگی اصلا. آره دیگه یه بار نشد شما یه چیزی واسه دل خودم بخرید. شکلات خوری آوردی که من اینجا مثل کلفتا از خودت و زنت پذیرایی کنم. آره دیگه آره مادر و بشور به ساب و کلفتی دیگه. آره آره خونه فکر کنم ایشالا به زمینی گرد بخوریم. ایشالا داغت رو ببینم. ایشالا داغت رو خدا یه چی بود دستی به من. خدا رو غلط کردم یه چیزی گفتم. هوای پسرم رو داشته باشه بردم بهش بتونم. مدیری یعنی آدم اسیر غریبون بشه مادر نشه. حیف که نمایش نداریم وگرنه اگه 13 تا هم نمایش درباره بدبختی های مادر می ساختیم بازم کم بود. جای پسرم این عشقی عشقی. من نمی فهمم این وضعیت مالی رفتی واسه من پیرن خریدی آخه. خب میخواستم خوشحالت کنم. الان خوشحالی واسه من آب و نون میشه؟ الان چند خریدی اینو؟ 45 تومن تو حراج میداد. خیلی هم جنسش خوبه. میخواستم تو رو خوشحالت کنم. اگه نمیخوایش بده ببرم پس بده. نه نه نمیخواد پس بده. حالا من یه فکری واسهش میکنم. خب بده من الان. نه نه ایچی ایچی نه ایچی بابا گل من خوبی؟ خوبم تو خوبی؟ آره میگم که خوبم. آره اوخ 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 میگم چرا این لباسات اینقدر مندرس و ژولیده است؟ آره نه اینو تازه گرفتم. آی توجه توجه از حراج جدیدترین لباس ها پیراهن های دامادی و مجلسی ما دیدن کنید. شیک ارزان فقط و فقط 99,999 تومان. آره دیدن کنید. شما هم دیدن کنید. نه من نه بذار یه وایسا بچرخ من یک کمد پیرن دارم بچرخ بچرخ بذار بینم الان ارزش ها. پیرنه پاره چقدر موده. آره چقدر مود شده اصلا تو بازار پیدا نمیشه. آره آره این پارا مود شد. این جر خورد رسما. نه نه حراج واقعی به
علت تغییر شغل. انواع پیراهن‌های 2017 اوریجینال. یس 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 یس. تمام نقد فقط 80,000 تومان. اصلا تو چون چرشونه ای این پیرنهای پاره خیلی بهت میاد. برو بازود میفته بیرون همه میگن او آقا رو آقا رو. نمیخوام آره. نمیخوام زوره مگه من. نه نه تو نگاه کن آسینه اینو نگاه کن. آسینش کجای آسینه بهت میدم ببین. بده من. پیرهنهای بدون آسین جدید رسید. همین الان رسیده جدید 60 تومن. تهویه هم داره خیلی هم عالیه. آره خیلی هم. بفرمایید. خانم این پیرهن از واس پوسیده داره پودر میشه. چرا میخواییم بندازینش به من؟ پوسیده؟ یه حرفی مثل برگ میمونه. مثل برگ گل میمونه. پوسیده؟ بله. انواع دستمالهای گردگیری جادویی. همراه با تکنولوژی نانو، آمی محیط زیست و صلح جهانی فقط 50,000 تومان. بودو بودو داره تموم میشه. آره. من از وقتی که از دستمالای جادویی استفاده میکنم دیگه بدون اینکه به خودم فشار بیارم 20 کیلو از وزنم کم شده. الان چه ربطی داشت؟ خیلی هم ربط داشت. وقتی اینو بگیری دستت بشور بساب کنی لاغر میشی وزنت کم میشه. بله الان فهمیدی؟ چیه؟ الان میخوای ایجاد روب و وحشت کنی با این قیافت؟ من یه سوالی دارم. بفهم. اینجا چیزی نوشته؟ من عینکم رو نیاوردم. تو بیا ببین چیزی نوشته. بله بله نوشته که بهترین خریدار پیرهن شما در محل هستی. آره آره آره. تحویل شما عزیزم. مدیری زیر استنداپی های جدید رسید. با 200,000 تومان صاحب یه زیر استنداپی شدید. سرعتگیر، هوشمند، بنداز زیرت استنداپ کن. اگرم بیمزه بودی خودش آلارم میده. آلارم میده. نگران نباش مدیری. آلارم میده. آره.